بیش از یک میلیارد کودک در جهان با فقر چند بعدی زندگی می کنند که به معنای محرومیت این کودکان از بهداشت، آموزش و تغذیه مناسب است. سازمان بین کار و یونیسف با انتشار گزارشی مشترک و هشدار دادند که بحران های متعدد در جهان به طرز روزافزونی در حال فرو بردن کودکان در فقر است در این میان کودکان یمن، افغانستان و سوریه بیش از همه در معرض سوء تغذیه و خطر مرگ قرار دارند همکارم علی اکبری گزارش می دهد. در گزارش اخیر سازمان بین کار و صندوق حمایت از کودکان تاکید شده است که تعداد کودکانی که به حمایت اجتماعی دسترسی ندارند سال به سال در حال افزایش است با چنین وضعیتی این کودکان را در معرض فقر و گرسنگی و تبعیض قرار می دهد. این گزارش هشدار می دهد که جهان در حد فاصله سالهای 2016 تا 2020 با افزایش پنجاه میلیون نفری جمعیت کودکان زیر پانزده ساله نیازمند بیمه و حمایت‌های اجتماعی ضروری مواجه بوده است. طبق این گزارش مجموع جمعیت کودکان نیازمند بیمه و حمایت و خدمات حیاتی در جهان یک میلیارد و چهارصد و میلیون نفر است. گزارش تازه سازمان بین المللی کار و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد در حالی منتشر می شود که وضعیت فقر و مرگ و میر کودکان به دلیل گرسنگی در کشورهای یمن، افغانستان و سوریه بیش از هر کشور دیگر رو به افزایش بوده است. تداوم خشونت ها و جنگ در یمن نیمی از کودکان زیر پنج سال در این کشور را با سوء تغذیه شدید مواجه کرده است جدیدترین براورت ها نشان می دهند که در هر ده دقیقه یک کودک یمنی جان خود را از دست می دهد و نهادهای بشر دوستانه منابع کافی را برای بهبود این وضعیت در اختیار ندارند در سوریه کودکان بیش از هر قشر دیگر مورد خشونت فزاینده قرار گرفتند بر اساس گزارش ها از سال 2011 تا کنون حدود سی هزار کودک در این کشور جان باخته و در حال حاضر نیست صدها هزار کودک در وضعیت اسفباری قرار دارند. تداوم بحران های بشری و اخیرا تسلط دوباره گروه افراطی طالبان در افغانستان نیز باعث افزایش فقر و مرگ ناشی از گرسنگی برای کودکان این کشور شده است. بر اساس گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد سه ممیز پنج میلیون کودک در افغانستان به درمان و تغذیه نیاز دارند که از این میان یک میلیون کودک در معرض خطر مرگ قرار دارند. علی اکبری اخبار شیه